سلام میکنم خدمت دوستای عزیزم. امروز من دارم یه جایی میرم که حدود یک سال دلم میخواد برم ولی فرصت نشده. از اونجایی که هر جا که میرم دلم میخواد با شما باشم، امروز شما رو هم همراه میکنم با خودم. اینجا جلوی خونه ماماییناست، اومدم دنبالش. دیگه کم کم مامانم پیداش شد که با هم دیگه بریم اونجا رو ببینیم. یه جاییه که خانوما خیلی طرفدارشن. سلام صبح عزیزان، بخیر. انشالله صبح خوبی داشته باشی، با ما همراه باشی. ما شنیده بودیم شوش جمعه ها حراج میکنه. دوستم قابلمه خریده بود، قابلمه دیگه 4-5 تومنی رو مامان میگفت 1 تومن خریدم. چه خوب رفتیم تو پارکینگ بعد حالا گفتیم بیام ببینیم چه جوریه. من دلم چند تا تابه میخواد، کوچیک و بزرگ، ببینم دارن یا نه. گفته بودن مرکز خریده باز نیستن، یعنی پاساژا باز نیستن، ولی دیدیم همهشون بازن. چول میخوایی کنده میشه، این دستش یه تیکه توی فرم میره. آمانه توی فرم میره، چوله پرش کنم لازم نده. توسیه هم بخوایی تقریبه تو میخوایی شیشتا. چقدر این بشقابا خوشگل هم ۱۵۰. خب ببین ماما محکم و خوبه جنسش. سنگینه مستان؟ آره سنگینه خوبه دیگه. ببین شله پخش کنم لازم نیست. این سایزی میخوای شما؟ نه اینو با یه کوچیکتر. کوچیکتر؟ بکنم میشه اون کوچیکترش. از این سایز که بزرگتری شده. آها اینم هم قدمتی میشه؟ تقریبا مامان به دنبال ماهیتابه. مدام خوبه. آره اینا خیلی خوبه، حالت ووک داره. درم اگه داشته باشه دیگه خیلی خوبه. 900. سایزش اگه باشه. آه 600. آه گفتن 900. اینقدر قابلمه خوشگل اینجا زیاده اصلا گیج میشی. خیلی نگاه کن، بگیرم نیست، بگیرم نمیدونم چی بگیرم. آره این دست چوبی ها خیلی حالا طرح چوبه. اینا تکیه؟ تکیه همه سرویس همه سرویس چوبه تازم بگیرم. هکیش مارو دیدم داشتم ولی 400. آها. همش 700. 700؟ 600. آها. اینا اگه در جداش باشه من میخوام. قیمتش چنده؟ اونا لپرم 50، سالمش 380. این لپرش که بیدرد نمیخونم. دیگه خیلی هر از داری چقدر خوشگله. چیه؟ چه بین؟ ها؟ چی بشه؟ چی بینه؟
بابا این استکانات کر قدیمه بود. مامان من تو اینا برای حسین حریر بادوم درست میکردم. یادمه. داشتید چند سال آره گم شد نمیدونم چی شد. ولی یه استکان کوچولوشو من دادی. اونم درست آره پاپیلی. پاپیلی. چقدر این ترش قشنگه مامان. اگه آبیشو کاسهشو داشت من مثل آبیام میگرفتم. ببین طرحش خیلی قشنگه. یعنی زرینه خانم جدید اومده. زرینه. سرویسه یا تک هم؟ هم تک هم سرویس. سرویسی چقدر میشه؟ چند نفره؟ 6 نفره دو تومن. دو تومن؟ دو 640 و دو برد. خیلی خوشگله. دیگه. چه سبک هم چه پامرده است که دورش سبزه. 1600 6 نفرش. قیمتش 50% زیر قیمته. برای خودمون دم دست. چقدرم سبکه. خب شش تاش چی داره؟ این سوپوری داره. نه، سوپوری 12 نفره. 6 تا بالا، 6 تا پایین، 6 تا پشت، 6 تا پیاله، یه دونه 20. آها. شوره. شوره چی میگه؟ شوره چی؟ اینا 50 تومن. خیلی خوشگله این طرحش. اینجوری داره. بزرگترش هم هست. داره اینجوری هم داره. آره. این چند؟ 70. مامان چون سخت پسندتره حالا که پسندیده من دیگه اینجا تصدیه من مامان برده. من این کنار درستان نباشه آشپزی نمی کنم جای قاشو اینجا خیلی سینی های خوبی داشت ما کلی خرید کردیم قشنگی ماما میپرسی چند قیمتش؟ آقا قندوناتون چند قیمت؟ قندونا 200 تومن بله 200؟ چقدر هم ظریفه ماما الان زنگ میزنم بهش میگم چشم. اما الان زنگ این مدل شرم مونده کاشوقا همه مدلی دارن هم با اقسام چون این خیلی دراش خوب چیپ میشه من دارم آره من میگم این دوتا رو بگیر برای نمک زردچوبه ببین انار دوست داری 130 سینیشو خیلی بامزه اوی خودم راحت هم درش بازو بسته میشه ببین جا آها ببخشید این تابه مایی گریل داره آره گریل داره هم مرغ هم تچی میشه یک و سر هشت آه یعنی این دو تاست سه تیکه سه کاره میشه آها این خیلی خوبه مثل این کار آها ساناز چقدر از اینا میخواد این میشه ماهیش چه بامزه
جان. چند قیمته؟ 1.800. 1.800. 1.180. 1.180. خوبه. خیلی خوبه، کارایی زیادی داره. بزرگش هم هست این قاشقا که قدیما تو هیئت ها بود 9 تاش 50 تومن دونه 10 تومن. آها کاملش 850. سایز بودش 38 دیگه. اینم همینطور. مامان چه خوبه جنسش. اینم همینطور آقا. آره میگن همونه. میگن همونه. چه بوی خوبی داره کباباشون. الان نه ظهر. چه قشنگ اینجا حراجیاشون. این فواره ها هم روشنه. اینجا تازه معدنی که پیدا کردیم. پر از حراجیای خانم هم میگه خیلی جنساشون خوبه. بریم ببینیم چه خبر. شوش بوده ما تا حالا ندیدیم. نمیدونم اصلا پارکش چی هست. وای چه آبی داره میزنه به درخت ها. خدا یه تابستون اومد. امروز یه روزه جمعه به یاد ماندنی من و مامان شد. خیلی دوست داریم دو جاره هرچی کنار هم جمع. ماما اینا گل سرخیه. سر چهل تومن استیلش هم نگیره خواهر. خواهر سنگی یه استراحت بکنیم نمیشیدنی بخوریم ادامه. عباس آقا که خسته چه خدا میدونه. تو الان که صداش در نیم. خوشگلی رنگ باره اینجا هم فلافل داره دیده اینا خیلی راحته میذاری بغل یخچال بغل کابینه جمع میشه. من کوچیکشو دارم یه بزرگ چون تون تون میخواییم بریم برای چیز که هم که ملانسی دونه چند؟ دونه شست پلاستیک البته با حسیر نیست. اینقدر اینا کارایی داره. ببین اینا که باز میکنی خب یه سبد داخلشه مثلا خیارشور پنیر اینا رو میذاری بعد توی آب دیگه خب اینجوری میاری بالا پنیر رو اینا رو برمیداری دوباره میره تو آب. چه خوب. خیلی خوبه. اون تو من یه ذره میخوام مثلا عمقش کمتر باشه. خیلی بلنده. کوتاه‌تر نداره؟ نه. اینو دیده بودم خوشم اومد. یه مدل دیگه هم بود شمال نشون دادن.
اینا مارکای خیلی خوبیه عروسی. این دو تاش میشه 860. این دو تا چقدر؟ اینجوری واسه تا 830. این با این چقدر درمیاد؟ اینجوری درمیاد واسه تا 760. ما خریدامون رو همه رو انجام دادیم. مامان تابه میخواست بالاخره پیدا کرد و خرید. خیلی دنبالش گشت اون سایزی که میخواست. بعد الان بحث این بود که میگفتن جمعه ها تمام پاساژا بسته است توی شوش. یعنی چند سال بود که این شکلی بود، ولی انقدر بازارا خراب شده تفلک ها همه باز بودن، اون قسمت حراجی رو هم برده بودن یه طرف دیگه. اینو میگم برای دوستانی که آره میخوان بیان، چون که ما خودمون گفتیم ای حراجی هاش نیست که گفته بودن، بعد پرسیدیم یه آقای گفتش که اینجا حراجی ها رو بردن اون ور به خاطر اینکه مغازه ها هم دیگه جمعه بازه. دیگه گفتم این اطلاع خدمت شما بدم که اگه خواستید برید به این صورت. کار خطرناکی میکنن، تک چرخ میزنن وسط اتوبان. چقدر تند دارن میرن. شما یه پشت برو حالا دیگه من حافظ نمیدید میگیرم. ببین داره دستشو میزنه به اون یکی تو حلی. خب رسیدیم خونه ماما اینا، ما بریم و دستت درد نکنه. خیلی کار دارم ماما. خیلی مبارکی شما هم باش. به سلامتی ان شاء الله. ان شاء الله به سلامتی. همراه حال خوب که همراه ما هستی. بریم تو این تابه ها براتون غذا درست. آره. این خریدت از شوش؟ آره. ببینیم چه چیزایی خریدی. بذار برو سر زدن بشینم. یه نشونت بدم، به همراهانم نشون بدم. اونجا دیدن ها، ولی خب حالا خیلی شلوغ شلوغ. این سینی که داشتم شما شم روشن کرده بودی. شم درست کردم باهاش. آره شم درست کردم. به بابا گفتم من یه دونه داشتم نگین خراب کرد. گفت من به جای 4 تا برات می‌خرم. یه موقع خواستیم چلو کباب بخوریم تو اینا به یاد قدیم اومد. الان دیگه 4 بار میتونم شم درست کنم. آره 4 تاشو خراب کردم. آره اینا رو بابا گرفت. بعد بابا اونجا هر چیزای قدیمی میدید میگفت وای مثلا اینکه یاد چلو کباب افتاد. اینم یه قاشقایی بود قدیما این جنس بود. بعد توی حسینیه ها با اینا غذا میدادن. حالا قاشقش بود این ملاقشه. بعد بابا خوشش اومد به خاطر شکل قدیمیش، گفتش که گفتم قاشقشو که دیگه نمیشه استفاده کرد، ولی دو تا ملاقشو گرفت. میگم یاد قدیما افتاده بود. دو تا گرفتم برای توی غذا. اینم از ظرف غذا گرفتم. این موقع جای میریم. من برمیگردم به 20 سال پیش اینا رو میبینم. یاد بچگی هم میافتم. چیزای قدیمی دید گرفت. ببین الان این درش اینطوری باز میشه. علی ما همه آقایون یه نهیده دستش آره. صبح میرفت. بابا هم داشت. میگم به یاد قدیم گرفت. ببین دسته میشه. توش هم یه دونه حالا ماستی سالادی چیزی بخوای بذاری یا خورشتشو. آره این چند در پس آقا؟ دویست و سی. آره اینا رو راستی نگفتم قیمتشو. اینا هم دونه 20. اینا هم دونه 50. دونه 50. آره نه دونه چن. خب بعد این سینیه رو اینجا قبول مدرس نگیم. آخه این 70 تومن.
نیونه کلامت بدونی اون به چی میاد؟ به چی؟ اگه گفتی یه چیزی داریم تو خونه باهاش سته به این تونش رنگی شد به فنجونه قهوه خوریم با اون شطوری راست میگی این فنجونه داریم روش عکس شطوری هم شطوری هم اونا که قهوه میخوریم تلیه مریم برام خریده آره اینم اینو گرفتم یه موقع یه غذاهای کچنی درست میکنم میخوایم برگردیم هممون هستیم انقدی نداشتم بزرگ خیلی خوبه اینم ببین چه خوشگل عکسه آره این 120 درسته؟ من قیمت ها رو میام خونه یاد 130 ملامی بعد از این دستمالا گرفتم که یعنی جونتو میخره برای گازهای شیشه ای تازه کشف کردم گازو که یه دور با اسکاج و مایه میشوری اینا رو خیس میکنی میکشی روش نه جا میندازه نه هیچی کامل خشک میشه و دیگه جا هم نمیندازه چون گازای شیشه ای خیلی قلق داره پاک کردنش برام به مامانم گفتم گرفت این قیمتش چند بود؟ آها اینا هم سه تاش 50 تومن اینا هم که 6 تا چیزه قاشق مربا خوریه 70 تومن 6 تاش همینجور واسه دم دستی که دیدی گم میشه ببین اینو چی گرفتم نگی ببین خیلی دنبالش بودم یه مدل دیگرش هم بود ولی مثل این نبود ببین اینو شما پنیر زیتون خیارشون خیلی خوب من به این سکته بودم اینا آره ببین اینو میریزی تو این بعد موقعشونو برمیداری حالا پنیر زیتون هر چیز تو میخوای برمیداری دوباره میذاری تو آبه کاش دو تا میخریدی چرا؟ خیلی کاربرد داره آره راست میگی کاش دو تا گرفتی صرف پنیر رو که همیشه خب توش هست اصلا همیشگیه ولی دیگه بعدش علی موقع زیتونی داشته باشی خیار شور شور دو تا برداشتیم نه یکی مامان برداشت بعد گفت پنیر رو من بیشتر از این حجمه بعد گذاشت هر جا بعد گذاشت هر جاش کاش من برداشت حالا یه روز دیگه برداشت آره این 85 تومن یه فروشگاه بود اونجا براتون فیلم گرفتم از بالا از همه جاش گرفتم که خیلی قیمتاش خوب بود حالا یه موقع خواستید بخرید همون خیابون شوش که مغازه ها هستن شما مستقیم که میرید جلو سمت راستتون میپیچید میاد یه فروشگاه مشخصه چجوری پس آدرس دادن؟ خیابون صابونچی خب صابونچی که میای پایین اول خیابون دست را از میدون شوش صابونچی که میای پایین اول خیابون دست را سر میپیری جلوتا یه فروشگاه خیلی بزرگه چه میدید؟ خیابون صابونچی صابونیان وقتی که میرید داخل صد متر جلوتر دست راست دست راست خیلی هم بزرگه آره تکمیل حالا یه چیزی بگم تا چند وقت حرف جهاز و اینا آره چون که من بیچاره هی به هم گفته بودن ها خب مثلا سوال میپرسیدم منم آره تحقیق کنم مثلا چند بار صحبت کردم چون موضوع جالبی بود و واسه همه دوست داشتم نه بعد به من گفتن که خبری حتما داری راجع بهش آره حرف بزن اگر راجع به هر چی صحبت میکنم قراره که اون کار خودم انجام بدم چون موضوع مثلا پرطرفداری بود میخواستن این کار انجام بدم چون موضوع ما از اول با مریم جوینا سر جهیزیه و اینا شروع آره دیگه شد نگیم یا قیمت ها سریالی شده اینطوری شد که اتفاقا اون سری هم خونه ما ماما اینا اینجا بودن دوست ماما دخترش داره عروس میشه گفتش که آره گفته دارم جهیزیه میگیرم خیلی سخته دیگه ما نگیم چون تازه تحقیق کردم داشت گفت آره خیلی سخته نگیم ساناز ازش فیلم دید همه چای تحقیق شروع شد و فکر کنم هم واقعا دارم دنبال این کار نه بشمید سریعتون دخترم بسرام خب اینم گرفتم این چقدر خوشگله برای همون فنجونایی که گذاشتم کنار کافی بار خب سبد آبچکون رو برداشته بودم گذاشته بودم اینو گرفتم که سبد رو بذارم سر جاش بعد کلا خیلی کارایی داره این مدل آره خیلی کارایی داره به خاطر اینکه بسته میشه این کنار کابینه پشت در اینا میتونید بذارید اینطوری جا نمیگیره قدیما کوتاهاشو تو حموم هم میذاشتن کوتاهاش بود آره تاهاشو نبود اونا آره سفید بود بعد پایه‌هاش قرمز بود اونا که میذاشتن تو همون آفر آره گردلو آره این گردلی هم وسطش بود قرمز خودش هم سفید پایه هاش هم قرمز بعد سطل هم میذاشتن وسط سطل نه یه تشت میذاشتن با یه تشت کوچولو که توش آب بردارن
قدیما همه اونجوری میرفتن حموم، الان کلا از بین هیچ کی اونجوری، فقط دوست من اونجوری میره حموم هنوز. ببین چون چرت میگرفتن قدیما اینا، کلا این تشتا رو میذاشتن آب داغ و باز میکردن، خیلی آداب داشت حموم رفتن. آره. الان میرن زیر دوشو میدوئن بیرون. مادر شوهر من خدا بیامرز میگه آخه الان جدیدیا چه حمومی میدن، چرکاشون رو میخیسن میان بیرون. قدیما به این مدت ما فقط میرفتیم آب داغ باز میکردیم که بدنمون خیس بخوره، بعد این هم بودا اونا دیر به دیر تر میرفتن. الان خب مردم هر روز یه روز درمون همومن، ولی خب کلا من اینو اینجا تاکید میکنم که هر دفعه به بچه ها به ماما اینا هم میگم، یعنی تو جمع که هستیم میگم خیلی اوقات خودمون دوش همینطوری بازه، زیرش داریم لیف میزنیم، حالا هر کاری میکنیم این دوشه بازه، همین دوشه باز میدونید کلی آب مصرف میشه. من خودم عادت کردم به بچه ها هم میگم دوره ما این شیراز سراش گرد، الان آسان باز شو اینا، اینقدر باید ما این دوتا رو تنظیم میکردیم تا به اون آب برسیم، به اون آب مثلا حالا دمایی که میخوان، ولی همون موقع هم که اینقدر سخت بود تشت میذاشتن که آسه آسه حالا با این میرفتن رو سرشون و خودشون رو میشستن و میمدن بیرون. الان هم که اینجوری دوش شده و حالا یه روز در میون هر روز حمام هستن، من میگم موقعی که سرتون کفی کردید این دیگه اهرمیه، سر جاش ببندید بشورید سرتون، دوباره سر جاش که باز میکنید همون دما آبه، خودتون بشورید دوباره برای لیف زدن، مثلا یه جای بدنشون رو میگیرن زیر دوش که بگه ما داریم استفاده میکنیم، ولی یه جای دیگه میشورن. این خیلی بده اگر که یه ذره مراعات کنیم، چون عادت کردیم یه ذره مراعات کنیم، ببینید وقتی میبندیم میبینید کی تا کی. بعد یه چیز دیگه هم هست، اینکه هول نمیشیم دیگه، هول میشه میگه که خب بشورد، اینه که ببندی آروم آروم حالا خودتون رو بشورید کاراتون رو انجام بدید دوش رو دوباره باز کنید. من یاد بچگی هم میفتم اونجوری همون ما که میبینم، چون مامان توران و مثلا با عمه زهرا اینا میرفتیم هموم، همه همونجوری تشت مراسم داشتیم اون تو. آره مراسم داشت هموم رفتن. دوباره خیلی قدیم ترا همومای بیرون میرفتن، بخچه های سوزنی داشتن آماده میکردن، میرفتن بیرون سر هموم بود خانوما میشستن، دوباره میرفتن که داخل هموم. شهرستانی هنوز همینجوریه، یه موقع ما میریم وقتی که میری یه نفر دیگه اونجاست رسمشونه سلام علیک میکنی میشینی، اون شخص میاد یه آب پر میکنه میریزه روی شما، اونی که جدید اومده یا اونی که قدیم اومده؟ اونی که جدید اومده. آها. که مثلا خوش اومدید، یعنی این مدلشونه. بعد میشنستم با هم دیگه به صحبت کردن، یه سینی های بزرگی میذاشتم میشستم روش به صحبت کردن، دیگه کیسه میکشیدن و کلی. بعد که میومدن بیرون تازه شربت میآوردن، چای میآوردن، کلی مراسم همومشون. حالا اون همومایی که قبلا بود مثلا بشم گرما به میگفتن و اینا، اون حالت بود که الان خب جمع شده و یا اگه باشه خیلی مثلا هر کسی نمیره و دیگه مثلا فرسوده طور شده، ولی تازگی آمدن تو بعضی از شهرها یه حمام زدن همین جوجیه، مثلا ترکی حالتی. ببین یه چیزی بین ترکی و آره یه چیزی نه یه چیزی بین ترکی و ایرانیه، همون ایرانی قدیم خودمونو با همون ترکی که دارن، این دوتا رو مثلا اقدام کردن با هم یه چیز جدیدی در اومده، همون تو قالب همون قدیمی های خودمونه، ولی خب فضاش بازسازی شده و مثلا شیرای مدرن و، ولی اون حالتی که بشینی روی سنگا و اینا همونه و بعد حالا پذیرایی خیلی خوب داره. من یکی تو نوشهر دیدم، نرفتم تا حالا شهر شمالی چند جا دیدم، یه دونه دیدم تو شیراز تبلیغش بود، تو تهرانم مطمئنم هست، خیلی دوست دارم برم، چون هم قدیمی ها که میگم مثلا حالت فرسوده شده و کهنه و قدیمی، نه اینا یه جوری مثلا اقدام شد ترکیبی از اون دوتاست، لحف نمیشه ولاگ بگیریم اگه بریم. آره ولی قول میدم اگه رفتم واسه تو میدم تعریف کنم. اینجا همسایه بالایی ما هم تازه اومده، خیلی مبلاشونو میکشن این برون بر. من خواستم داستان بگم دیروز همینطوری نشسته بودم تا جاروشون تموم بشه، چون انگار فرش هنوز ندارن جاروه، میگم خیر خیر خیر. آره خیلی سبب. از اینجا تا بالا، چون بالا از ما هم بزرگتره، میدیدم همینطوری صدا میاد، همینطوری نشسته بودم جاروشون تموم شه ادامه داستانو من بگم. حالا این هستش که حالا ما اینجا یاد توصیه های مهم هم افتادیم، همسایه ها مراعات همدیگر بکنن. مثلا من الان میدونم ایشون تازه اومده، خب باید مبلو بکشه این ور اون ور، باید یه کاری دارن کمد میکشن سر و صدا دارن، نباید الان برم صدام در بیاد بگم شما یه هفته است چرا این کارا رو دارید میکنید سر صدا میکنید.
خب اگر دیدم بعدن همیشه ورد به همین منواله، خب آدم میره یه تذکر میده. چون من بعضی از همسایه‌ها دیدم، مثلا شما تازه اسباب پیش کردید، خب سر و صدا دارید، اصلا طاقت ندارن، یعنی چرا سر صدا کردید، چرا اینطوری کردید. من خیلی حالا تو این برنامه‌ها هم ملاحظه میکنم، چون دیگه از قدیم صحبت کردیم، قدیم خونه‌ها همه جدا جدا بوده، الان که پیش هم هستیم عوض اینکه نزدیکتر بشیم دورتر داریم میشیم متاسفانه. ولی ما بزرگترها باید به بچه‌هامون یاد بدیم که قدیم الایام عاطفه ها بیشتر بوده، بیشتر در کنار هم بودن، الانم تا میتونن رعایت کنن. خب من در کنار این اجناسی که خریدم با شما خدافظی میکنم. قیمتارم که گفتید بگو گفتم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. من دیروز توضیح دادم که مامان چون خیلی سخت پسنده اون سینی رو مامان برداره، ولی سخت پسندیشو ببینید، اومد از مغازه بیرون، ما دیگه فیلم نگرفتیم، سینی رو عوض کرد، گفت من این یکی رو میخوام. برای همین دیروز نشونتون دادم اون سینی رو، گفتم اینم سینی که خریدم. این شد که دوباره من رفتم اونو برداشتم، مامان این گلگلیه رو برداشت. الانم اومدم خونه‌شون، چای خوشگل برامون ریخته، جای همه که خالی.